خب توی این ویدیو میخوام درباره مسئله تمرکز بر روی هدف حرف بزنم چیزی که خیلی ها به خاطر نداشتن زندگی های سطح پایین و ناخوشی دارن و هم از لحاظ فکری و روانی هم از لحاظ مادی و پولی به جاهایی که میخوان نمیتونن برسن اما قبلش مثل ویدیوهای قبل یه ماجرای از مصنوی معنوی رو براتون تعریف میکنم در واقع یه گفتگوی کوتاه بین خدا و موسا خدا به موسا گفت دوست دارم ازت خوشم میاد موسی هم زغ زده شد و پرسید میشه بگی دقیقا از چه اخلاق و رفتارم خوشت اومده تا بیشترش بکنم خدا گفت از این خوشم میاد که مثل بچه میمونی که وقتی مامانش دعواش میکنه کتکش میزنه بازم برمیگرده به سمت مامانش مادرش گر سیلی بر وی زند هم به مادر آید و بر وی تند فکر و ذکر تو هم همینطوره چه توی سختی و چه توی راحتی از ما بر نمیگرده ما رو فراموش نمیکنه به خاطر همینه که خوشم هم میاد بچه فقط مامانش رو میشناسه چه کتک بخوره ازش چه مهر و محبت ببینه چه خوبه آدمم برای هدفش همینطور باشه تحت هر شرایطی هر چقدر هم سختی بکشه و یا از اون طرف حتی در اوج رفاه و آسایش هم که باشه باز هم هدفش رو فراموش نکنه و به سمت هدفش حرکت کنه بعد این سختی های مسیر رسیدن به هدف رو دست کم نگیرید اصلا انگاری کائنات تو هستی اونجا نشسته تا به محض اینکه یه هدف یا برنامه برای خودمون مشخص میکنیم سنگ بندازه جلوی پامون پس شما اینو این سختی ها حالا دو تا راه دارید یکی اینکه بکشی کنار رو بیخیال بشی که اینطوری این رسما نشون دادی که خیلی ضعیف و ناتوان هستی و راه دوم اینکه تسلیم نشی صبور و ثابت قدم باشی و سختی ها رو تحمل بکنی و باز هم به مسیر هدفت برگردی و ادامه بدی دقیقا مثل این بچه که سیلی مامانش رو میخوره اما باز هم به دامان و آغوش مامانش برمیگرده پس دفعه دیگه که یک کم از هدف و برنامه تون دل سرد شدین و خواستین کم رنگش کنین این گفتگوی بین خدا و موسی رو به خاطر بیارید تا هدفتون پررنگ بشه و برگردین بهش من علی کیانی فلاورجانی هستم هر هفته یکی از حکایت هایی که توی ادبیات فارسی اومده رو تعریف میکنم و در کانال شکوفایی منتشر میکنم از این ویدیو اگه خوشتون اومد لطفا لایکش بکنید و اون رو برای دیگران هم بفرستید